الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. به نام خدایی که همین نزدیک است. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. من آرزو میکنم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی با ما رو در برنامه خودتون دکتر سلام از شبکه 7 شبکه آموزش داشته باشید. ببخشید که این روزها کمی دیرتر خدمت شما میرسیم، با توجه به اینکه شبکه آموزش شبکه اصلی مدرسه این تلویزیونی ایرانی است، یک کمی برنامه‌ریزی های این هفته تغییر داشته. بابت این تأخیر در پخش برنامه از شما عذرخواهی میکنم و امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. امیدوارم که هممون به توصیه های بهداشتی و پزشکی که این روزها در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 ارائه میشه توجه بکنیم. گاهی وقتها ما دو دسته نگاه به موضوعات پیدا میکنیم، یا به شدت نگران هستیم، بیش از حد نگران هستیم، یا یک بیخیال خاص رو داریم تجربه میکنیم. میخوام بگم که شاید هیچ کدوم از اینها منطقی نباشه. اینکه ما بدانیم با چه موقعیتی داریم روبرو میشیم، بشناسیمش در حد توان. میدونید که این یک ویروس نوپدید هست و اطلاعاتی در موردش وجود داره، داره به روز میشه و در لحظه شاید حتی افزایش پیدا کنه. اما هر آنچه که به دست میاریم رو که میتونیم ازش پیشگیری کنیم و بهش دقت بکنیم. و البته نگرانی بیش از حد هم نداشته باشید. هرچند اونهایی که دارن خیلی میترسن، خیلی وحشت زده هستن، لزوما هم زیاد مراقبت نمی کنن. بعضی از اونها به شدت کارهای مراقبتی انجام میدن، با هیچ کس حرف نمیزنن، هیچ تماسی ندارن با دنیای بیرون. اما بعضی ها هم دقیقا متفاوت عمل میکنن. اتفاقا نشانه های شجاعت از خودشون بروز میدن. یعنی که من اصلا نمیترسم، اینا که ترس نداره، میکروب چیه، ویروس چیه، اینا که زورش به ما نمیرسه. و دقیقا همین ها هستن که دارن وحشت خودشون رو پنهان میکنن. از این آدم ها بیشتر باید ترسید. آدم هایی که به توصیه های بهداشتی خصوصا در مورد سفر نرفتن یا حضور در مجامع عمومی دقت نمیکنن. امیدوارم ما از اون دسته باشیم که حواسمون به خودمون، مردممون و جامعه‌مون هست. همراه ما بمونید در برنامه خودتون. دکتر سلام. با چند راهکار میشه با اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا مقابله کرد. احساس استرس، ناراحتی، عصبانیت، ترس و سردرگمی در زمان به وجود اومدن بحران عادیه. اما ارتباط و صحبت با خانواده و دوستان میتونه این استرس رو کم کنه و بهمون کمک کنه. مصرف دخانیات در شرایط عادی هم باعث آسیب به بدن میشه و در شرایط شیوع ویروس کرونا به واسطه یه اثر تخریبی دخانیات روی سیستم ایمنی بدن از مصرف دخانیات خودداری کنید. اگه استرابتون غیر عادیه و قادر به کنترل اون نیستین، بهتره با مشاور صحبت کنید تا در کاهش استراب بهتون کمک کنه. بهتره برنامه‌ای داشته باشید که در اون همه چیز در مورد بیماری و راهکارهای پیشگیری و مقابله و همچنین شناسایی مراکز درمانی اومده باشه که در صورت نیاز بدون دستپاچگی از اون استفاده کنید. به شایعات فضای مجازی توجه نکنید و اخبار رو از طریق وزارت بهداشت و صدا و سیما پیگیری کنید. و در نهایت توصیه های بهداشتی و پیشگیری از ابتلا به کرونا رو جدی بگیرید و از زمان کمتری صرف اخباری کنید که شما رو ناراحت میکنه. بسیار متشکرم از شما بابت همراهیتون با برنامه خودتون دکتر سلام و امیدوارم که همیشه سلامت باشید. امروز داریم در خصوص کرونا با هم گفتگو میکنیم. لطفا اگر نکته‌ای هست که نکته جدیدی است با دقت بهش گوش بکنید، اگر میتونید انتشارش بدید و کمک نکنید به انتشار آنچه که گفته های غیر معتبر وجود دارن در فضای مجازی. به راحتی میشه هر ویسی رو ضبط کرد، هر صدایی رو ضبط کرد و در همه جا انتشار داد و باعث نگرانی شد. به راحتی هم میشه با اطلاعات صحیح جلوی هر گونه مشکلی که برای ما خانوادمون، جامعهمون به وجود میاد رو بگیریم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسین حاتمی هستیم. ایشون متخصص بیماری های عفونی و بهداشت عمومی هستند. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جنابادی و بینندگان عزیز، من در خدمتون هستم. زنده باشید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
شاید یکی از سالهای جدی در زمینه ویروس کرونا این باشه که چرا ما اینقدر غافلگیر شدیم و چرا الان اینقدر داریم در مورد قرنطینه صحبت میکنیم، چرا میگیم که آدم ها نباید با هم آمده شد داشته باشن، نزدیک به هم باشن. آیا چنین سابقه ای در مورد ویروس های دیگر که در زمان های مختلف تاریخی اونها هم نوپدید بودن برای خودشون وجود داشته، این رفت من آمد و شد ها یا عدم دست دادن یا اینقدر فاصله نزدیک؟ به طور کلی همونطور که استحضار دارید، عوامل عفونت‌زا معمولا جزء عوامل فرصت طلب هستن تا خلافش ثابت بشه. بنابراین بیخبری در کار نبوده. بیماری های نوپدید هر لحظه ممکنه اتفاق بیفتن و بنابراین اینطور نیست که فرض کنید بعضی از کشورها آمادگی داشتن، احیانا ما آمادگی نداشتیم. نه، یک بیماری بالاخره انتظار نمی رفته به این شکل به این صورت نوپدید شده و انتظار نمی رفته که در پایان سال 2019 میلادی و آغاز به اصطلاح 2020 یک چنین همگیری بزرگ که الان دیگه اسمش رو پاندمی باید بذاریم، جهانگیری باید بگذاریم، در مقابل اپیدمی که وقوع بیش از حد مورد انتظار هست، هر تعداد که میخواد باشه، ولی معمولا وقتی یک اپیدمی فراتر از یک کشوری گسترش پیدا بکنه و در کشورهای بعدی در قاره‌های بعدی فراتر از یک قاره بگیم بهتر انتشار ثانویه داشته باشه، نه اینکه همه مسافر باشن و وارد باشه، اون موقع میتونیم بگیم پاندمی یا جهانگیری اتفاق افتاده. بنابراین منظور از جهانگیری این نیست که تمامی مردم دنیا مبتلا میشن. به هر حال این چه اسمشو اپیدمی بگذاریم چه پاندمی بگذاریم، یعنی همه گیری یا جهانگیری، فرقی نمیکنه. یک بیماری نوپدیده، اصلا چنین انتظاری نمیرفته. میفرماید سابقه وجود داشته یا نه؟ بله، در سال 1918 میلادی، یعنی درست 102 سال قبل. بله. فکر نمی کنم کسی الان در قید حیات باشه به اون صورت که به خاطر بیاره، ولی مثل بنده که در باره سن 60 سالگی هستم، مادر بزرگ پدریم که در سن 80 سالگی بود، زمانی که من 6 ساله بودم داستان اون پاندمی بزرگ رو در اصفهان به اطراف اصفهان تعریف میکرد و در کتاب‌های تاریخمون اومده. اون پاندمی ناگهان به سراغ تمامی کشورهای دنیا رفت، هیچ کشوری هم آمادگی لازم را نداشت. بنابراین در اینی که بیماری‌های عفونی و مخصوصاً بیماری‌های نوپدید جزء بیماری‌های فرصت طلب هستند و یکی از خصوصیات فرصت طلبیشون این هستش که ناگهان در یک زمانی و در یک مکانی که انتظار نمیره حادث میشن و بعد گسترش پیدا میکنن، پس این غیر منتظره نبوده. اینها جزء دروسیه که ما در دانشگاه ارائه میدیم. ما همواره بایستی منتظر یک نوپدیدی باشیم، ولی این نوپدیدی چه هست مشخص نیست. این صحبتی که تا اینجا میشه. بسیار متشکرم. اون بیماری که 102 سال پیش در مورد صحبت میکنیم، اون هم آنفولانزا بوده. اون آنفولانزا آ بود و در اون سال یک سوم جمعیت اروپا رو غلغم کرد. یعنی اینقدر شدید بود، اینقدر به اصطلاح کشنده بود. بعد از اون دیگه آنفولانزایی به اون شدت و به اون گسترش در هیچ جای دنیا حادث نشد. الان این کرونا ویروس در مقابل اون خواهد کنند که هیچه. خب منتها چون این اواخر سابقه نداشته، برای مردم عزیزمون غیر منتظر است، برای خودمون غیر منتظر است، برای قشر پزشکی و دانشگاهی رو دارم عرض. بسیار شما متشکرم. وقتی میگیم که این کرونا ویروس در مقابل اون آنفولانزا هیچه، چرا این صحبت میکنیم؟ به دلیل اینکه این ویروس ضعیف‌تر هست یا اینکه ما مسائل بهداشتی رو بیشتر میدونیم و میتونیم در مقابلش مقاومت کنیم؟ هر دو. یکی اینکه صحبت از 100 سال قبل. بله. این امکاناتی که الان وجود داره و بیماران بدحال رو در بیمارستان ها بستری میکنن، زیر دستگاه تنفس مصنوعی میبرن، این امکانات به هیچ وجه وجود نداشته. دیگه دانش انسان در حدی نبوده که راه های انتقال و انتشار را تشخیص بده. حالا بریم جلوتر، من از زمان قاجار خدمتون صحبت میکنم، از زمان کریم خان زند صحبت میکنم، نمیدونستن که این بیماری ها از چه طریقی انتقال پیدا میکرده و بنابراین معلومه که
گسترش بیشتری پیدا میکرده، مرگومیر بیشتری اون موقع به بار میابرده. این یه مسئله. از این گذشته اون ویروس آنفولانزا چون اولین باری بوده که در جهان گسترش پیدا میکرده و هیچ کس هیچ گونه مقاومتی در مقابلش نداشته و قابلیت سرایتش هم خیلی بیشتر از این کرونای عامل کووید 19 بوده، اینه که گسترش بیشتر پیدا میکنه. از این گذشته هم به سراغ کودکان میره، هم سالخوردگان، هم کسانی که زمینه ای داشتن و هم کسانی که زمینه ای نداشتن، در حالی که این ویروس بعضی از این خصوصیات را نداره و بنابراین در مقابل یا در مقایسه با اون ویروس آنفولانزای حدود 102 سال قبل ویروس ضعیف‌تری هم هست. بسیار شما متشکرم. صحبت ها خیلی مفید از آقای دکتر داریم میشنویم و این من تشویق می‌کنه به سمت اینکه هم مجموعه سوال هایی که این روزها شما برای برنامه دکتر سلام ارسال کردید و دغدغه ها نگرانی که سطح جامعه وجود داره از آقای دکتر بپرسم. اشکالی نداره آقای دکتر، زنده باشید. زنده باشید آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه و حالا صحت یا سمش رو از شما میپرسیم اینه که این ویروس اگر وارد دهان بشه و شما بعدش مایعات داغ بخورید یا غذا بخورید وارد معدتون میشه و اسید معده میتونه از پس اون بر بیاد. آیا چنین چیزی درست هست یا خیر؟ اولا همونطور که استحضار دارید راه اصلی ورود این ویروس هرچند از طریق دهانه، ولی اینطوری نیست که وارد معده بشه و قرار باشه که با آب گرم، آب جوش یا اسید معده از بین بره، بلکه وارد راه های تنفسی میشه، وارد ریه میشه. ولی گاهی به اصطلاح قبل از اینی که به انتهای حبابچه های هوایی ریه برسه و باعث گرفتاری دستگاه تنفسی بشه، چه بسا از طریق مخاطهای دیگه هم به خون راه پیدا کنه و از طریق خون خودش را به ریه و به کلیه و جاهای دیگه برسونه. بنابراین سوال شما از اینجا شروع میشه. بله، غیر از راه تنفسی از راه دیگه هم احتمالا میتونه منتقل بشه. فرض کنید غذای آلوده، رو غذای آلوده صحبت کنید، غذای آلوده وارد حالا دهان انسان بشه، این غذا اگر به صورت سرد باشه و تعداد ویروس کم باشه، چه بسا موفق بشه اون تعداد کم ویروس که نفوذ بکنن به سطوح مخاطی حالا اطراف حلق و وارد بدن بشن. ولی از اونجایی که ویروس ها و از جمله این کرونا ویروس ها در مقابل حرارت مختصر حساسن، چه بسا مصرف نوشیدنی های گرم به طور مرتب، حالا چای کمرنگ یا حتی آب جوشیده‌ای که بلرم شده، مصرف مرتب اینها میتونه تا حدود زیادی این تعداد کم ویروسی که داره میخواد خودش به سطوح مخاطی برسونه و جذب به بدن بشه جلوی اون را بگیره. در این حد میشه روش حساب باز کرد و از نظر علمی هم قابل دفاع. بسیار شما متشکرم. در مورد غذا بازم گفته بکنیم، اما الان آیدتو یه صحبتی داشتن، یه سوال در ذهن من ایجاد کرد. آیا تعداد قابل توجهی از ویروس میتونه وارد بدن ما بشه و باعث بیماری بشه یا حتی یک دونه ویروس هم کافیه؟ بله، ببینید کاش یه سوال آخر سر مطرح کنید تحت این عنوان که دانسته ها و ندانسته های ما در مورد این بیماری چیه. یکی از ندانسته هامون همینه. ما در مورد این ویروس به خصوص که هنوز سه ماه هم از تولدش بگیم، تولد شومش نمیگذره، خیلی چیزها رو نمیدونیم. از جمله نمیدونیم تعداد عفونت زای اون چند تاست. آیا مثل عامل اسهال خونی که شیگلوز بهش میگیم 10 دونه‌ش هم اگر همراه با یک غذایی، همراه با فرض کنید حالا دستمون که به خودکار آلوده خورده و اینها وارد بدن بشه، همون 10 دونه‌ش هم میتونه بیماری‌زا واقع بشه یا نه؟ مثل عامل تیفوئید یا حسوس یک زمانی خیلی شایع بود و میلیون ها عدد از اون باید وارد معده بشه تا اینکه بیماری زا واقع بشه. یکی از ندانسته های ما در مورد ویروس عامل کووید 19 همینه. تعداد عامل عفونت زا برای ما روشن نیست، برای جهانیان روشن نیست، برای محفل علمی روشن نیست. خیلی متشکرم از پاسختون. پس آخر سالمون رو از آقای دکتر میزنیم دانسته ها و ندانسته های ما در مورد ویروس کرونا. اما تو در مورد غذا داشتیم صحبت میکردیم، یکی از سوالهای جدی در مورد این هست که پس غذاهای رستوران ها یا غذایی که از بیرون میتونیم تهیه کنیم ممکنه که آلوده باشه و باعث بیماری ما بشه؟ خب اتفاقا چیزی که باید روش تاکید بکنیم همینه. نه، چرا غذاهای رستوران ها باید آلوده باشه؟ ویروسی که در مقابل
حرارت اونقدر حساسه که ما میگیم اگر نوشیدنی گرمی مصرف بکنیم تعداد کمی از اون اگر داخل دهان شده باشه را میتونه از بین ببره و مانع این بشه که نفوذ بکنه به بدن. چرا اون غذایی که حرارت بالای 100 درجه سانتیگراد میده چرا ویروس بتونه درش دوام پیدا کنه؟ بنابراین غذایی که در رستوران ها تهیه میشه یا در منزل تهیه میشه اگر غذاهایی باشه که حرارت دیده باشه تضمین شده اون غذاها سالمه. مگر اینکه اون غذا سرد بشه و بعضی که سرد شد با دستان آلوده مجدداً آلودگی پیدا بکنه. این صحبتیه که در مورد وبا هم میکنیم. وبا که دیگه بیماری اصل عجلیه. میگیم غذاهای پخته شده غیر ممکن است که عامل وبا رو انتقال بدن، ولی اون کسی که غذا رو داره سرو میکنه اگر بهداشت شخصیش رو مراعات نکرده باشه، دستاش آلوده به عامل وبا باشه، همون بیوکولرا به اصطلاح، اون غذا را اگر سرد شده میتونه آلوده بکنه. بنابراین روی غذاهای رستوران ها هیچ حدس حتی به اصطلاح منفی نزنیم. منتها بحث خود رستوران ها که پیش میاد، بله به جای این که ما خودمون بریم توی رستوران و ازدحامی و تجمعی در اونجا ایجاد بشه و احتمال انتقاد رو زیاد کنه، غذا رو سفارش بدیم اگه لازم شد بیارن در منزل و بعد اون پلاستیک از کیسه به اصطلاح پلاستیک اطرافش رو خارج بکنیم، خود غذا رو ببریم. منتها محض احتیاط اون غذایی که هنوزم ممکنه گرم بشه به من به منزل میرسه یه دور دیگه هم گرمش بکنیم، هیچ اشکالی پیش نمیاد. منتها ببخشید سالادی چیزی رو اگر میخوایم به اصطلاح درخواست بکنیم این رو از رستوران نگیره، اون دیگه در منزل خودمون تهیه کنیم. خیلی ازتون متشکرم. آیا دمایی که دماغ رو فرد غذا رو گرم کنیم مناسب هست یا حتما باید روی گاز گرم؟ اصلا قبل از اینی که به اون دما برسه ویروس از بین میده. بسیار از شما متشکرم. حالا که در مورد سالاد آقای دکتر صحبت کردن، یاد یکی از سوالهای خیلی رایج این روزها افتادم. آیا سبزیجات، میوه‌جات، سیبجات، خیار و گوجه میتونن منبع آلودگی باشن و اگر بله و وارد منزل اون کنیم چطور شستشوش میدن که عاری از ویروس باشن؟ حتی اگر این موادی که شما اسپوردید با آب آلوده هم آبیاری شده باشند، ویروس وارد خود اونها نمیشه. چه گوجه فرنگی باشه، چه خیار باشه، چه حالا فرض کنید زیرایی که اسپوردید، ولی احتمال داره اون کسی که داره اینها رو میچینه که به بازار بیاره یا اون فروشنده‌ای که اینها رو میچینه که ما بریم و سوا کنیم جدا کنیم و یا اونی که داره به اصطلاح توزین میکنه وزن میکنه. بالاخره این دستکاری ها، این دست ها اگر آلوده باشه خیلی از این چیزایی که اسپوردی جزء سطوح صاف به حساب میان، ویروس ممکنه که چند روز روی اونها زنده بمونه. پس این آلودگی میتونه آلودگی سطحی باشه. پس چی کار باید بکنیم؟ خیار و گوجه فرنگی و چیزایی دیگه ممنوع نباید بخوریم؟ چرا نباید بخوریم؟ اگر هست، اگر توانشو داریم، منتها غذاهایی که مشکوک به آلودگی هستند را اگر قابل جوشاندن باید بجوشانیم، اگر قابل پختن باید بپزیم، اگر قابل پوست کندن باید پوستشون رو بکنیم. اگر این سه کار رو نتونستیم بکنیم باید فراموششون کنیم. فراموش کنیم یعنی رای چارمی وجود نداره. منظور اینه که خیار رو پوست بگیریم مصرف کنیم. گوجه فرنگی را که عادت نداشتیم پوست بگیریم، علاوه بر این که میشوییم، البته با خیارم همه این چیزایی که پوست میگنی میشوییم، علاوه بر این که میشوییم پوستش هم بکنیم و مصرف کنیم. سبزیجات رو تا اونجایی که ممکنه به صورت پخته مصرف بکنیم و حتی میرسیم به خود آب. من نمیگم آب آلوده است که فکر کنم مثلا نوشابه سالمه، نه، این ویروس از طریق مطبوع انسان هم دفت میشه، در فاضلاب ها میتونه وجود داشته باشه، از طریق فاضلاب ها ممکنه آب ها آلوده بشن. ما که داریم آب بهر میخوریم چه اشکالی داره؟ حالا که قرار مواد خام مصرف نکنیم تا اونجا که ممکن هست، اون آبی رو که بلرمش میکنیم بخوریم به دمای 50-60 درجه برسونیم، حتی به دمای جوش هم نرسه، ویروس از بین میبره. بنابراین خیلی خوف نکنیم. این دیده شده در طول تاریخ، کسانی که دارن شنا میکنن اگر بترسن حتما غرق میشن. اون کسی که فرض کنید بالای بلندی هست، اونی که ترسوتر هست و ترس بیهوده داره، آخه ترس کم
سازنده است و این ترس بیش از حد در واقع مخربه. ترس بیش از حد باعث میشه که ما در اضطراب به سر ببریم و ثابت شده وقتی انسان آرامشش از دست بده و در اضطراب به سر ببره دچار بیماری های سایکوسوماتیک میشه، دچار بیماری های روان تنین میشه. این حتی در دوره آزمایش به اثبات رسیده، چه برسه به اینکه بگیم به تجربه به اثبات رسیده. موادی به وسیله گلبول‌های سفید در حالت عادی ترشح میشه به اسم لنفوکاین یا سایتوکاین، ثابت شده در حالت آرامش در مقدار اینها افزوده میشه. نقش اینا چیه؟ حفظ و ارتقای سلامتی انسان. در حالت اضطراب از مقدار اینها کاسته میشه، پس خود به خود بدن ضعیف میشه در مقابل این ویروس و هر ویروس دیگه. چرا با اضطراب زندگی بکنیم؟ از این همه گیری ها زیاد بوده در کل دنیا، اجداد ما پشت سر گذاشتن در حالی که دانششون به اندازه امروز ما نبوده. امروز که الحمدلله رب العالمین به یمن پیشرفت های بهداشتی و پزشکی و تکنولوژیک، دانش بشر و تجربه بشر اصلا قابل مقایسه با حالا 100 سال قبل چیه، حتی 10 سال قبل هم نیست. بنابراین با رعایت موازین بهداشتی میتونیم در اضطراب به سر نبریم. بسیار از شما متشکرم، خیلی ممنونم. اما بین صحبتاتون آقای دکتر شما به چیز اشاره کردید، گفتید که اگر ما موادی که وارد منزل میکنیم میتونیم بجوشونیم بجوشونیم، اگه میتونیم بپزیم بپزیم، اگه نمیتونیم پوستش رو بگیریم. این یعنی اینکه ما سبزی خوردن و کاهو یا کلم یا این مواد استفاده نکنیم به صورت خام؟ سبزی خوردن و این حالا هم حالا بس کردم، چند روزی به داخل همینگیری طول میکشه. اگر افراد های ریسکی بین اعضای خانواده هستن، افراد بالای 60 ساله همینطور بگن یا جای دیگه افراد بالاتر از 60 ساله، اونهایی که بیماری های قلبی عروقی دارن، اونهایی که بیماری کلیوی دارن، اونهایی که بیماری کبدی مزمن دارن، اونهایی که بیماری دستگاه تنفس بالا ریه ریوی دارن، اونهایی که خدای نکرده سرطان دارن یا سرطان داشتن الان تحت درمانن یا حتی درمانشون هم کامل شده، اینها جزء افراد های ریسکن. این افراد حقیقتش این گونه افراد عضو خانواده بنده باشن، ازشون درخواست میکنم تا یه مدتی حتی اون سبز خوردن و کاهو اینها رو هم نخورن و سایر اعضای خانواده رو چرا محروم بکنیم؟ اینها شسته بشه، یه چیز ضد عفونی مختصری بشه که کفایت میکنه. بعد ضد عفونیش هم بهمون بگید آیا حتما لازمه با مواد ضد عفونی کننده خاص مثل پلکرولی کار بکنیم یا سرکه میتونه این کار انجام بده؟ فرمودید دیگه، هم سوال پرسیدید و هم از شبت که جواب خودتون پس کافیه. بعد همون کفایت میکنه، حتی اینا هم اگه وجود نداشت ما حدود 15 الا 20 دقیقه که این مواد را مواد حالا کاهو سبزیجات و اینها را در یک ظرفی بریزیم و آب تمیز روی اونها باشه و بعد حسابی اینها را تکون بدیم تمیز بشن و بعد آبش که برچیده شد مصرف بکنیم، معمولا نه کیسه انگلی درش خواهد بود نه چیز دیگه. حالا چه بهتر که یک کمی سرکه هم آخر میده این سرکه هم گرون میشه، مثل که سرکه فقط گرون میشه. خیلی ازتون متشکرم. از این بابت پرسیدم که بعضی جاها اشاره میشه به استفاده از چند قطره مایع ظرفشویی. قبلا من توی مطالعاتی که داشتم این بود که خود مایع ظرفشویی میتونه به سطوح باقی بمونه و باعث آسیب بشه، آیا این گونه هست؟ اگر مقدارش خیلی کم باشه با لذت کم و اون هم به طور موقت، ما که قرار نیست که تا 10 سال بعد این کارو بکنیم که انشاءالله این موج دوم همگیری که خب الان موج دوم به کشور ما به منطقه رسیده دیگه، الان به اوج رسیده، یواش یواش تا 2-3 هفته دیگه به امید خدا در هفته اول فروردین دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت، ولی به سمت آفریقا داره میره. تا اون موقع نمیشه تحمل کرد، بنابراین اجازه بدید اصلا نه به فکر پرکلورین باشید، نه به فکر اون یکی باشید، نه به این فکر که حالا 10 قطره بریزیم یا 15 قطره بریزیم. همون مواداش فردی، اون چی که عمومیت بیشتری داره رو مراعات بکنیم، انشاءالله مشکلی پیش نمیاد. مخصوصا این تجمعات و عدم حضور در زیارتگاه ها و حالا دیگه خیلی اگر روحیه‌مون ارتقا پیدا کنه از اون دورم میشه یه سلامی داد. البته اینها مهمتر از اونیه که بیان بگیم چند قطع سرکه یا چند قطع پرکنه. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر حسین حاتمی با توضیحات بسیار خوبشون و البته شوخ طبعی که در کلامشون وجود داره.
امیدوارم هممون با همین روحیه خوب به جنگ ویروسی بریم که خیلی ضعیف‌تر از اونیه که بتونه ما رو از پا در بیاره. همتون هستیم میخواییم سر بزنیم به همکاران خوبم در بخش شبکه هفت. آگهی‌ها رو به شما تقدیم میکنند. ما اینجا منتظرتون خواهیم بود. بسیار متشکرم از همراهیتون با برنامه خودتون دکتر سلام از شبکه هفت شبکه آموزش. 3706 سامانه پیامک ماست که میتونید بهش پیامک بزنید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید مثل همیشه و البته موضوعاتی که مد نظرتون هست. جناب آقای دکتر حسین حاتمی مهمان ما هستند در برنامه امروز، متخصص بیماری های عفونی و بهداشت عمومی و بسیار از سوال‌هایی که تا اینجا شما مطرح کردید در دغدغه ذهنی شما جامعه‌مون و مردمی که در کشور نازنین زندگی می‌کنن ازشون پرسیدید. در ادامه گفتگو هم همین سوالات شما رو مطرح خواهم کرد. آقای دکتر، یکی از اون سوالاتی که از روز ابتدایی که ما حتی ویروس کرونا وارد ایران هم نشده بود درش گفتگو می‌کردیم اینه که ماسک‌ها چقدر می‌تونن جلوی این بیماری رو بگیرن؟ آیا ما باید به عنوان کسی که سالم هستیم و در سطح جامعه حرکت میکنیم لزوما از ماسک استفاده کنیم یا شرط خاص داره؟ ماسک فقط جلوی ترشحات تنفسی بیماران رو میگیره که پرتاب نشه به فاصله های دور، یا جلوی این رو میگیره که افراد سالم اگر در فاصله کمتر از یک متر و نیمی بیماران قرار گرفتن ترشحات آلوده بیماران توی سر و صورت اونها نباشه. اونی که بهش میگیم ماسک جراحی، همین ماسکای معمولی، همین ماسکایی که عادتش نرمش و چون ماسکای سفتی که برجسته هستش. از طرفی خدمتتون عرض کردم هم دیگه میدونن از بس گفته شده که مهمترین راه انتقال همین راه انتقال از طریق هوا هست، منتها راه هوایی به دو شکل ممکنه صورت بگیره، یکی از طریق ذرات درشت، یکی از طریق ذرات ریز. این بیماری اکثرا از طریق ذرات درشت انتقال پیدا میکنه، یعنی لازمه انتقالش اینه که بیمار و فرد سالم رو در روی هم دیگه قرار بگیرن در فاصله رو گاهی بگیم کمتر از یک متر و نیم، گاهی بگیم کمتر از دو متر. این ماسکای معمولی زمانی که یک چنین صحنه پیش بیاد، ما بخوایم با بیماران یا افراد ناقل یا افراد مشکوک مواجه بشیم، ماسک را گره صورتمون بزنیم. هرچند خود بیمار ماسک زده باشه، ما اونقدر فرصت داریم که حالا اگر ماسکمون در دستش هم نبود، حالا بالاخره با یه تأخیر چند دقیقه‌ای بزنیم. ولی اگر بیمار ماسک نزده، ما بدون چنین ماسکی نبایستی بسرا در اون فاصله قرار بگیریم. پس ببینید، یکی از راه‌هایی که گفتیم تنفسی هست هم ذرات درشت. این اواخر چینی ها متوجه شدن که از طریق ذرات ریز هم احتمالاً منتقل میشه. برای ذرات ریز داستانشون چگونه است؟ این ذرات ریز را که به صلاح پزشکی میگیم درابل نوکلئای، اون اولی ها رو میگیم به صلاح درابل یعنی ذرات، این دومی را میگیم درابل نوکلئای یعنی ذرات قطری. این ها سبک هستن و در همین تنفس معمولی هم ممکنه وجود داشته باشن. اگر یک فرد مبتلای به کرونا ویروس در یک اتاقی که تهویه خوبی نداره چند دقیقه یا چند ساعتی حضور داشته باشه و هوای اون اتاق را آلوده کرده باشه، بدون حضور چنین فردی هم هوا آلوده است. افرادی که حساسن وارد چنین اتاقی بشن، از شبت که این هوای آلوده میتونه وارد دستگاه تنفسشون بشه و ویروس انتقال پیدا کنه. منتها این احتمال چقدره؟ احتمال بسیار بسیار کمیه. در اینجاست که دیگه ماسک جراحی جوابگو نیست و از ماسکی که اصطلاحا میگیم ماسک N95 باید استفاده کرد. بله، این کار الان همکارای پزشکی ما زمانی که دارن بیمار را از نزدیک معاینه میکنن یا تنفس بیمار دچار اشکال شده، دارن لوله گذاری میکنن، انتوبه میکنن که بس کنن به دستگاه. ببینید فاصله چقدر کم، یه فاصله 10 سانتی متر ممکنه باشه. در این صورت از اون نوع ماسک استفاده میکنن. خب حالا در ادامه همین توضیحات، اگر چنین افرادی با توجه به اینکه حالشون ممکنه بد نباشه بستری نشده باشن، در منزل تحت مراقبت هستن، آیا ما باید ماسک بزنیم؟
کل اعضای خانواده لازم نیست ماسک بزنن. اصلا کل اعضای خانواده لازم نیست که در فاصله کمتر از 2 متری چنین بیماری قرار بگیرن. یکی از اعضای خانواده مسئولیت پرستاری و رسیدگی به چنین فردی را در عهده بگیره. هرچند اینها اونقدر حالشون خوب هست که به صورت خودکفا خودشون بتونن کارهای اولیه خودشون انجام بدن، ولی احیانا یکی از اعضای خانواده اگه خواست در فاصله نزدیک چنین افرادی قرار بگیره، اون موقع یک ماسک ساده باز ماسک جراحی باز در ادامه همین جواب. بنابراین به این نتیجه میرسیم که نه در کوچه، نه در خیابان، نه در پیاده رو، نه در جاهای دیگه نیاز به ماسک نیست. اونجا ماسک اصلا نقشی نداره که بخوایم بگیم چه نوع ماسکی یا اینکه چند ساعت ماسک رو عوض کنیم به الی آخر. ماسک فقط در اون جایی که رو در بیمار میشه. یک چیز را فقط من اضافه کنم خدمت. در شرایط ازدحام جمعیتی مثل اتوبوس و مترو، همون که می‌خواستم دست کردم خدمت اضافه کنم. خب به من هم فرمودید که کتبا تر رو بوش پزشکی تنم کنم. اگه نه اولی چیزی که من در می آوردم به نشون امینم می کنم از دادم یه ماسک جراحی معمولیه که توی جیبم سر کارم که میخوام برم در دانشکده بهداشت شهید بهشتی، چون پزشک معتمدم هستم، این نسخه هایی که میارن برای از شبکه تایید یا گاهی کارهایی که اینطوری هستش، نه که بیمار خود چون بیمار نیستم، به محض این که افراد به بنده مراجعه میکنن در اتاق که باز میشه یه نفر میاد من یه ماسک میزن، وقتی هم رفت بیرون ماسک رو برمیدارم که در اون تماس نزدیک یا فرض رو بر این میذارم که اون نسخه ممکنه در بیرون آلوده شده باشه، بلا فاصله میرم دستامو با آب و صابون حالا دنبال الکل رو میدونم مواد ضد عفونی کنند و اینا لازم نیست که بگردی. نمیدونم شما به جواب رسید. حالا بحث ازدحام، فقط یک نکته، ما حدود 2 دقیقه تا 3 دقیقه فرصت داریم، میخوایم به دانسته ها و ندانسته ها برسیم. حتما. بنابراین از کنم توی جیب کته بنده یه دونه ماسک هست، یه ماسک داشته باشیم اونجایی که میریم خرید، هرچند خلوت این روزا، ولی وارد اون تعاملی که میشیم یا میدان تلوار که میشیم ماسکمونو بزنیم، اومدیم بیرون ماسک رو برداریم. یا فرض کنید حالا برای خرید چیزای دیگه شب عیده، چرا مردم ندن دنبال خریدشون؟ چرا خودشون رو حبس بکنن در جاهایی که خلوت هست؟ چرا موازین بهداشتی رو مراعات نکنیم و حضور نداشته باشیم؟ منتها میگم نه جایی که ازدحام هست و نه افرادی که های ریسک بالای 60 ساله و اون مسائل، اونها بیشتر مراعات. خیلی از شما متشکرم. اما یک سوال جدی قرار آقای دکتر به اون پاسخ بدن، این که دانسته ها و ندانسته های ما در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چه چیزهایی است؟ خب بنده تا این سن از زاویه تخصصی خودم و تجربه چندین همگیری رو که در بعضی نقاط ایران داشتیم و پشت سر گذاشتیم و تجربیات همکارانم و اساتیدم را هم به اون اضافه میکنم، به صراحت میتونم عرض بکنم که موجود به این مرموزی تا حالا آفریده نشده بوده. از یک طرف به سرعت میتونه به اصطلاح بیماری‌زا واقع بشه و مشکلاتی ایجاد کنه، از طرف دیگه برخلاف تمامی عوامل عفونت‌زا کاری به کار کودکان کمتر از 19 ساله نداره، اگر هم بیماری ایجاد بشه خیلی خفیفه یا اصلا هیچ گونه علامتی نداره. و از اون عجیب‌تر این که همه بیماری‌های عفونی به هر حال یک مخاطره‌ای برای دوران بارداری به حساب میاد. بر اساس تجربیات چینی ها حتی یه نفر خانم باردار هم در اثر بیماری جانش از دست نداده یا بیماری شدید نگرفته. اینها همه یعنی عجایب این ویروس. از طرف دیگه همون سرعتی که ایجاد میشه، سرعتی که پیشرفت میکنه، باز از همه عجیب‌تر این که بدون این که علائم سرماخوردگی در علائم گرفتاری دستگاه تنفس فوقانی وجود داشته باشه، یعنی عطسه یعنی آبریزش بینی، ممکنه به سراغ ریه ها بره و با سرفه های خشک شروع بشه. اینها ندانسته های ماست. میزان عفونت زاییش، اینی که آیا مسمومیت ایجاد میکنه یا نه، اینی که آیا مزمن میشه یا نه، اینی که بعداً آیا مثل عامل سرماخوردگی میشه که از همین خانواده است و میمونه و کاری به کار انسان نداره در حد سرماخوردگیه، یا مثل مرس هست که حدود 8 سال قبل از عربستان منتشر شد جاهای دیگه و جا خوش کرد. اینها رو نمیدونیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. چقدر صحبت‌هاشون شیرین، دلچسب و البته آگاهی رساننده بود. جناب آقای دکتر حسینی خاطری مهمان ما بودن. از شما متشکرم آقای دکتر. بعد شما هم متشکرم بابت همراهیتون. شما رو به خداوند خوبی حفظ می‌سپارم. سالم باشید. خدا نگهدار.